خیر خانم شیرزاد، اون تابلوی ورود ممنوع مال شما نیست. شما اصلا گوش نمیدی من چی میگم؟ نه گوش که میدم، متوجه نمیشم. چیو دقیقا متوجه نمیشی؟ ببینید دقیقا اون قسمتشه که من از کجا باید بفهمم ورود ممنوع مال من نیست. اجازه بدید ببینی من چی میگم. شما ماشین دارید یا نه؟ نه خیر، ولی میدونی تصمیم دارم بخرم و پولامو جمع کردم، ولی میخوام بعد از اینکه گواهی نامه گرفتم. چند دفعه تا حالا امتحان دادم رد شدم، پارک دوبل و اینا مال خانم شیرزاد. بله من یک کلمه از شما پرسیدم، ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. ببینی نه دیگه، جوابش نمیتونه بله و خیر باشه، جوابش یا بله است یا خیره. منظور منم همین بود. آها، میشه به سوالتون فکر کنم؟ ای بابا، ماشین دارید یا نه؟ نه، اول راستش میخوام بخرم. میخوام بعد از اینکه گواهی نامه گرفتم ماشینمو بگیرم. چند دفعه هم تا حالا خانم شیرزاد، خواهش میکنم دیگه حرف نزنید. شما ماشین ندارید، درسته؟ نه، اول تصمیم دارم خانم. پس در نتیجه شما همیشه پیاده وارد این خیابون میشید، درسته؟ خانم شیرزاد، اون تابلوی ورود ممنوع مال ماشیناست، یعنی ماشینا نمیتونن توی این کوچه بیان، ورودشون ممنوعه، ولی پیاده ها میتونن بیان. واقعا؟ بله. ببینم شما اصلا تا حالا پیاده توی این خیابون نیومدی؟ نه خیر، من پیاده تو ورود ممنوع وارد نمیشدم، برای رعایت قوانین رانندگی دور میزنم از خیابون بالایی میومدم. نه نه، باورم نمیشه. نه نه واقعا متاسف برانگیزه. بله، مطب آقای دکتر ملک زاده. دکتر افشار بفرمایید. نه عزیزم، آقای دکتر افشار وقت نمیدن، سرشون شلوغه، 15 روز دیگه تماس بگیرین. ای بابا خانومم، میگم سرشون شلوغه. خب این همه سال شوهرت تحملت کرده، 15 روزم روش طلاقت داده تا دکتر افشار سرش خلوت بشه، گلم دیگه. اه خدا نگهدار. ببینم خانم شیرزاد، نیما بیمار ویزیت نمیکنه؟ نه خیر. چرا؟ گفتن که رسیدگی به کارهای ساختمون براشون وقتی نمیذاره. اینجوری که نه. خانم شیرزاد ناصر نیومده؟ نه خیر، ولی تماس گرفتن، گفتن الانه که دیگه برسن. تو دیگه بیمار ویزیت نمی‌کنی؟ نه نه، وقت ندارم. چرا؟ کارای ساختمون نمیذاره اومن جون. آه ببین، خب خیلی خوبه که اینقدر به کارای ساختمون توجه میکنی، ولی کار خودت هم که نمیتونی تعطیل کنی که، جامعه نیاز داره به تو. ببین هومن عزیز، من از همون لحظه‌ای که پذیرفتم این وظیفه خطیر رو به عهده بگیرم، میدونستم که باید آرامش و آسایش شما رو فراهم بکنم. من باید اساساً از آرامش، آسایش، کار و همه چیزم بگذرم. خانم شیرزاد، این جملاتو توی اون فیلم هندیه ندیده بودی؟ اصلا فیلم رو خوردن. سلام علیکم. سلام. سلام ناصر. بابا ناصر، من نیم ساعت پیش منتظرت بودم. ببین بدجور، تو بد وضعیتی، حواسی چاغاله کردم، گفتم این نیم کیلو بخریم بزنیم به بدن. ناصر عزیز، ما نسبت به ساکنین اینجا مسئولیم، تو رفتی چاغاله خریدی. اساسا من فقط یه روب دیر کردم. یه روب؟ بله. تو واقعا فکر میکنی این یه روب، یه روب من و توی ناصر جان؟ این یک روب وقت همه است. من میترسم ناصر، من میترسم از این روزی که این روبهای تو جمع بشه، تبدیل بشه به ساعتها، روزها، ماها، و اون وقت میترسم ناراحت بشی که این وقتها رو هدر دادی، این وقتها رو تلف کردی، این وقتها مال من تو نیست، مال همه است. این چهار تا استخون اساسی تو دهنت خورد میکنه. چقدر بد پیلهی تو گیر میدی؟ اینا رو خریدم وزر. ببخشید اینا چیه؟ اینا کلید پریزای جدیده، میخوام کلید پریزای دوران سهرابی رو عوضش کنم. بیا تو. با اجازه. ببخشید آقای دکتر، این که میگم باید بین خودت حرکت کنی، اینم باره پیاده هاست نیست؟ هست؟